عرض سلام دارم خدمت شنوندگانی که احتمالا صحبت منو میشنوند. امروز میخوام در این ضبط ویدئویی راجع به 4 ارزش مستقل و مسلم صحبت کنم که مشهوره که بقیه ارزش ها اعتبار خودشون رو از اینها میگیرند. منتظر بودم جایی سخنرانی دعوتی باشه و بتونم این صحبت ها رو مطرح کنم، ولی پیش نیامد. الان که مدت زیادی است که چنین برنامه هایی نیست و اونهایی هم که به صورت آنلاین هست معمولا چارچوب خاصی، موضوع خاصی براش تعیین شده است. اینه که تصور کردم شاید بد نباشه به این شیوهی که الان رایج هم شده من خودم این صحبت ها رو طرح کنم و راجبه صحبت کنم. خیلی دقیق نمیدونم که به خصوص اگر کسانی این ایراد و اعتراض رو بارد کنند که در چنین زمانی، در چنین شرایطی، مثلا چنین سخنانی به چه درد میخوره، ولی مطمئنم که شاید برخی از رنجهای ما، برخی از مشکلات ما ناشی از برخی عدم دقتها در همین جور مسائل هم باشه. ظاهر ماجرا اینه که مشکلات ما بیماریه، بیپولیه، بیکاریه، محبتهای جواب ندیده و نداده است و چیزهای از این قبیل، و خب درست هم هست البته. ولی گاهی گمان میکنم که بعضی چیزها رو، بعضی گزاره هایی که برای ما قطعی است، اگر طور دیگه بهشون نگاه کنیم، دست کم در کاهش برخی از اشتباهات در زندگی های ما میتونه نقش داشته باشه. یعنی فقط یک فلسفه، برای فلسفه، برای دانش، برای رفع بیکاری نیست. به نظر میاد که در زندگی ما و در ماجرای رنج و شادی و اینها هم بی تأثیر نیست. اما بپردازم به بحث. به نظر من 4 ارزش هست که آدمیان از گذشته های دور تا حالا اهمیت زیادی به اینها می دادن، دست کم در کتاب ها و در سخنرانی ها و در نوشته ها چنان مطرح می شده که این 4 ارزش بنیادی هست. از اینها و از علت اینها و دلیل اینها سوال نمی شه کرد، به سوال نمی کنند، مفروض می گیرند و مسلم، و بعد در مقام این برمیان که نتایجش رو بر بشمارند که اگر شما این رو بپذیرید، که پذیرفتنی هم هست در نگاه بسیاری، اون وقت چه نتایجی خواهد داشت. البته حتی نتیجه هم خیلی مهم نیست، چون وقتی چیزی بنا به ذات و ماهیت و اصالت خودش چیزیست پذیرفتنی و دوست داشتنی و ستودنی، اصلا نتیجه هم نداشته باشه خیلی مشکلی ایجاد نمی کنه. این 4 ارزش عبارتند از حقیقت، آزادی، زندگی، منظورم حیات هست، جان داشتن و عدالت. بپردازیم به شماره اولش، یعنی حقیقت. کمتر صفتی رو میشناسم که به این اندازه حسن شهرت پیدا کرده باشه در تاریخ تفکر بشری، یا حتی در تاریخ زندگی و زبان انسانها در گفتگو راجع به چیزها، که به اندازه حقیقت و خوبی حقیقت و حقیقت جویی و حقیقت گویی حسن شهرت پیدا کرده باشه. مسئله خیلی ساده است.
باید حقیقت رو جست و باید حقیقت رو گفت و این مهمترین و بهترین و زیباترین و ستوده ترین کاری است که آدم ها میتونن انجام بدن و میباید انجام بدن. در پرانتز اشاره میکنم که مثل خیلی از بحث های دیگه، اگر بخواید در این باریک بشید که حالا اصلا حقیقت منظور چیه، سطح بحث متفاوت میشه و منظور من برآورده نمیشه. حتما اطلاع دارید دیگه که اگر بخوایم به دقت نظرهای فیلسوفانه توجه داشته باشیم، اون وقت اینکه اساسا حقیقت چی هست در مقام تعریف، مثلا آیا حقیقت همینه که گزاری که مطابق با واقع باشه، که خب البته در شاید 90% موارد همینه، ولی خب این هم هست که مواردی هست که ما اون مطابق رو در واقع به راحتی در دسترس نداریم که تطبیق بدیم. مثلا نظریه بیگ بنگ که میگه فلان طور بوده، آیا اون واقعیت در اختیار ما هست که الان این رو اون تطبیق بدیم ببینیم باش تناسب داره یا نه، یا نه صرفا از طریق فرضیه ها و یافتن فکت ها و سرودن داستانی که یا دوختن لباسی که با اون بدن و با اون داده ها تناسب بیشتری داشته باشه. خب اینجا دیگه پس کارسپوندنس نیست. ولی ما وارد این پیچیدگی های جالتن نمیشیم. در موارد بسیار زیادی میدونیم که حقیقت یعنی چی و همین معنای ساده رو میده، گفتن سخنی که با اون واقعیت بیرونی تطابق داشته باشه، منافات نداشته باشه، نمیشه دروغ یا هرچی بیاد. خب بحث بر سر اینه که آیا این قابل دفاعه؟ آیا این پذیرفتنیه؟ آیا اساساً میتونیم بگیم که این خود این ادعا که حقیقت ارزش اصیله قابل دفاعه، یا اینکه ما نمیتونیم از علل و انگیزه هاش صحبت بکنیم، یا اینکه میتونیم این کارو بکنیم و میباید این کارو بکنیم؟ من الان در مقام گفتن این هستم که چنین نیست. یعنی حقیقت ارزش اصیلی نیست که اگر و اما نداشته باشه و شایستگیش در خودش مندرج و مندمج باشه و ما فقط باید اون رو به بداهت بپذیریم و در مقام اجرا و اشاعه اون. به ساده ترین بیان دلیلم اینه که اگر حقیقت این اصالتی که ادعا میشه رو داشت، ما انواع حقیقت نمیتونستیم داشته باشیم دیگه، که در سطوح متفاوت اونها رو بچین. ولی واقعیت اینه که نه از نظر من، از نظر شما و همه. اگر هم ابتدا نه، پس از اندکی تأمل و اینها روشن میشه که از نظر همه ما حداقل سه نوع حقیقت داریم: حقیقت مفید، حقیقت بیفایده و حقیقت مضر. و اگر چنان که من دلیل خواهم آورد این سه دست حقیقت رو داشته باشیم و همه ما هم، نه اینکه من بگم، همه ما عملا به اون باور داشته باشیم، معنیش اینه که دیگه ارزش اصیلی در کار نیست که باید حقیقت رو دید و حقیقت رو شنید و حقیقت رو گفت و حقیقت رو جست. و فکر کنم همین الان که من این کلمات به کار بردم برای شما تا حدودی یه بازیابی ذهنی صورت گرفت. انواع حقیقت‌های مفید رو داریم، همتون میدونید. مشخص‌ترین شاید حقایق علمی در علوم فیزیکی که مبنای مهندسی قرار میگیره و بخش عمده‌ای از تمدن معاصر، تمدن مدرن و بخش بزرگی از راحتی زندگی ما ناشی از اونهاست. یا علوم زیستی که بهداشت و طب تا حدود زیادی به اونها تکیه داره. بخش های از حقایقی که در علوم انسانی و علوم اجتماعی هست و چگونگی
ساماندهی روح و روان، جامعه، اقتصاد و امثال اینها به اونها متکی است. همچنین شاید بشه از حقایق فرهنگی هم سخن گفت. شاید همین بحثی که من دارم الان مطرح کنم جدا همین ها باشه، فرهنگی و فلسفی و اینکه چیزهایی که میتونه در نگاه بهتری به این دنیا، نگاه درستری به این دنیا، دقیقتری به این دنیا رو مکمک کنه. بقیه سوال فرهنگی هم حالا منهای اختلاف نظری که ممکنه وجود داشته باشه، اونایش که متفقان علیه هست وجود داره. و همینجور بخش بسیار گسترده از حقایقی که در روابط زندگی روزمره ما جای خودش رو پیدا میکنه. انبوهی از اطلاعات که ما رد و بدل میکنیم راجع به این که امروز فلان جا بسته است یا بازه، فلان کار رو اون بانک انجام میده یا نمیده، فلان دانشگاه چجور دانشجو میپذیره، اینها حقایقی است که ما زندگی عادی و عرفیمون رو روی اون بنا میکنیم. و همچنین حقیقت در معنای دادگاهی و حقوقی کلمه، اینکه خیلی وقتها برای اثبات یک مدعایی، برای اثبات یک جرمی یا چیزهایی از این قبیل حقیقت خیلی کمک میکنه. و اگر بتونیم اونو بیابیم، بتونیم اونو اثبات بکنیم، این جزء حقایق مفید میشه. خب حقایق غیر مفید چی؟ به نظر من شاید بالای 90% از گزاره هایی که ما میتونیم بهش فکر بکنیم حقایق غیر مفیده. البته ممکنه الان شما بگم بگی خب این که چیز پیش پا افتاده معلومه است. بله چیز پیش پا افتاده معلومه است، منم گفتم همه ما این رو قبول داریم، ولی ازش استفاده نمی کنیم که بگیم پس این نشون میده که حقیقت امر اصیلی نیست. اصیل نیست یعنی رو پای خودش نیست، رو پای یکی دیگه است، دست روشونه یکی دیگه داره. و اگه شما بگید خب منظور ما که این حقایق نبود، خب منم صحبتم اینه که منم راجع به حقیقت به طور کلی دارم صحبت کنم. وقتی تقسیم شد وقت معلوم میشه که بخشی از حقیقت هست یا بخشی از حقایق هست که اون صفت رو داره، اون اعتبار رو داره. و اگر بخشی از حقایق هست وقت میپرسیم چه حقایقی، شما میگید حقایق به تعبیر من مفید. پس اون وقت این نتیجه رو میگیریم که اعتبار اون حقایق به حقیقت بودنشون نیست، به مفید بودنشونه. حقایق غیر مفید گفتم انبوهی از گزاره‌هایی که شما میتونید. همین الان من روبروی خودم یه جنگلی رو دارم میبینم، تعداد برگ‌های اینها، تعداد مولکول‌های اینها، تعداد ریگ‌های کف این جنگل، تعداد پرهای هر کنوم از این گنجشکا و انبوهی از این داده ها هست که همش حقیقتن. یعنی میشه گزاره حقیقی از اون پیدا کرد و دونست، ولی هیچ کنون ما در پی اون نیستیم. هیچ کنون ما هیچ وقت نمیریم ریگ های ته یک بیابان رو، ته یک رودخانه رو بشمریم، یا تعداد کلماتی که مثلا فرض کنید که افرادی یک ده در طول یک سال تفوه میکنن، یا تعداد قدم هایی که راه میرن رو بشمریم. و بی نهایت به تصور من شاید بالای 90% از حقایق به معنای مطلق کلمه از این دست هستن، حقایقی که به کار ما نمیان، ما سراغشون نمیریم، حقایق غیر مفید. اگر بسیاری از حقایق هست که غیر مفیدن و ما سراغشون نمیریم، معنیش اینه که اعتبار حقیقت‌های مفید به مفید بودنشون و حقیقت بودنشون. اما اشاره هم داشته باشیم به حقایق مضر، که این هم ممکنه برای ما تعجب آور باشه که حقیقت مضر یه چیزی. با یک داستان این رو برای شما تعریف میکنم. دوستی داشتم سالهای پیش که دوستی موقتی بود، چند ماه یا چند سالی. یک وقت متوجه شدم اوائل دورانی هم بود که همین ابزارهای ارتباطی مثل موبایل اومده بود. ایشون پزشک بود و در یک بیمارستان کودکان سرطانی هم کار میکرد، حالا ارتباط داشت. یه چند شب پشت سر هم دیدم که برای من مسیج میزنه، پیغامچه میزنه که امشب مثلا 3 نفر از بچه ها فوت کردن، یا حتی گاهی به اسم هم میگفت حمید و سعید و نمیدونم زهره مثلا امشب در سن فلان. بعد از چند شب که گذشت اینها من این مقدار فکر کردم و یک پیغام برایشون گذاشتم، گفتم که
هر شب خیلی از آدم ها خیلی کارهای دیگه میکنن، مثلا مسافرت میرن، جشن میگیرن، عروسی میکنن و هم دور هم نشینی دارند، با معشوق خودشون هستند، از مطالعه لذت میبرن. خب شما میتونید برخی از اینها رو هم به عنوان خبر به من بدی، چرا باید فقط چنین خبرهایی رو داد؟ بعد از اونجا به این فکر افتادم که کسانی که خیلی طالب خبرهای واقعی هستند و معتقدند که ما باید از مسائل و مشکلات خبر داشته باشیم، که البته فعل جمله هم شاید اشتباه نگم، تصمیم گرفتم به اینا بگم که نظرتون چیه که یک نفر از صبح شنبه همراه شما راه بیفته با اطلاعات، یعنی ارتباطات کامل و لحظه به لحظه اخبار این که حالا در سطح جهان، در سطح قاره، در سطح کشور یا شهر الان در چند تا تجاوز به اون صورت گرفت، چند تا قتل صورت گرفت، چند تا قتل سریالی، چند تا تجاوز به بچه ها، شکنجه اونها، چند نفر الان دارن در کدوم مناطق مثلا به چه شکلی شکنجه میکنن، حقیقت دیگه، حقایق واقعی از دنیای ما، ولی مرتب اینها رو در گوش شما بگن، مطالعه باشه شما حقیقت رو بدونید. من شک ندارم که بعد از مدتی، حالا بستگی به توان ما، طاقت ما، یک روب، یک ساعت، یک روز، اون فرد فریادی خواهد کشت و خود گفت بسه، مگه من چقدر طاقت دارم، بعد مگه چقدر این علم به درد من میخوره، این حقیقت چقدر به درد من میخوره. بله مثلا یک جایی من بدونم یک کسی فلان مشکل داره و منم میتونم کمکش کنم، خب میرم کمک میکنم، ولی تعداد اینها خیلی محدوده. بالای 90-99% از مشکلات که آدم ها دارن هم از دسترس ما دوره، هم از توان ما دوره، و فقط میمونه که من بدونم و حیفو دونستم. نهایتا میخواد بگید دنیای ما مثلا دنیای بدیست. خب بعد لازم نیست تمام این حقیقت ها رو من لحظه به لحظه بدونم تا بفهمم که این دنیای بدیست. یه نفر چند تا قتل و تجاوز رو با برنامه ریزه انجام بده، شخصیتش بر ما شناخته شده است و اگه میتونم کاری کنم برای جلوگیری از اون برای انجام بدم، اگر نه ادامه دونستن ها یه جور بازی کردن با خوده، چون نمیتونم کاری انجام بدم و خیلی میخواد بیشتر بدونم. قصه اخبار گوش کردن و این مامگاهی روزی دو سه بعد سه چهار بعده بیرون از این نیست، ولی حالا وارد اون موضوع نمیشه. پس ببینید حقیقت مضر داریم و از جمله همین که الان اشاره کوتاهی کردم و عبور کردم، ولی چون موضوع صحبت هم نیست خیلی واردش نمیشه، اخبار گوش کردن و دائم ما، اونم اخباری که معمولاً خبر بد هست، وقتی به کسی اعتراض کنی حقیقت رو نمیخوای بدونی، از حقیقت خواهی فرار کنی. بله بعضی وقتا از بعضی از حقیقت هم خواهم فرار کنم، نمیخوام چشمامو ببندم به دنیا رو جور دیگه تصور کنم، ولی برای دونستن این که اوضاع بده هفته یه اخبارم، یه برنامه خبر هم گوش دادن کافیه، و اگه میتونی کاری انجام بدی برای جبرانش، برای تغییرش هم کافیه. این که هر روز و هر ساعت اخبار گوش میدیم و طالب حقیقتیم و بازگو کردن حقیقت ها، چون این حقیقت تلخ نمیتونیم عوضش کنیم، اینجوری خودمون رو راضی میکنیم. بلا این صحبت که اخیرا به جلد کتاب عنوان دیدم که از اخبار فرار کنید همونطور که از هروئین فرار میکنیم، خیلی اغراقی درش نیست. من برگردم به بحث حقیقت، چون بحثم خبر نیست، به تناسب و نسبت رفتم سراغم. پس ببینید حقایقی داریم که مفیدند، حقایق علمی، حقایق عرفی و غیره، حقایقی داریم که نامفیدند، مثل انبوه گزاره‌هایی که شما میتونید تصور کنید، راجب انبوه از کرات آسمانی در دور دست ها، میلیون ها سال نوری، دماشون چقدره، هر لحظه چقدر تغییر میکنه، نمیدونم جرمشون چقدره، و میلیارد ها به توان میلیارد که حقیقتی راجب یکی از این کرات آسمانی که نزدیک ما هم نیست که امکان مثلا سفری یا اطلاعی کارآمد در مورد اونا متصور باشه، هست که به نظر من ذیل حقایق غیر مفید قرار میگیره. خب پس حقیقت مفید پیدا کردیم، حقیقت غیر مفید و حقیقت مضر. پس ببینید اون موقعی که دیدید یه نفر در دادگاه مثلا زجه میزنه، میگه حقیقتو بگو، حقیقتو اعتراف کن، این اعتبار حقیقت نیست به ما و فایده حقیقت هست. چون مثلا پدر بنده رو کشتی، الان انکار داری میکنه، میگم حقیقتو بگو. مال منو خوردی، انکار داری میکنه، میگم حقیقتو بگو.
یا موارد دیگه از این دست، مثل حقایق علمی که البته با شدت کمتری از اونها تمجید میکنیم و از اونها رو طلب میکنیم، به خاطر اینکه به اندازه اون حقیقت های دادگاهی ربط مستقیم به لذت و الم ما نداره، با یک کمی واسطه ربط پیدا میکنه. البته یه نکته تکمیلی هم هست، اون اینکه حقیقت های هم هستن در این دنیا که به معنای خاص کلمه فایده برای ما ندارن، ولی ما طالب اونها هستیم. گاهی اسمش رو داریم علم، دانایی، مطلقاً خوبه. خب دانایی هم به معنای مطلقاً خوبه جای تأمل داره. ببینید همین حقایق علمی وقتی راجع به مثلا سطح کره زمین یا پایین جو باشه خیلی برای ما مهم میشه، چون تمام مثلا سازه هایی که ما میسازیم مهمه که مکانیک خاک چه وضعیت داشته باشه، تمام سفرها، حالا ماشینی، هوایی، کشتی، فلان، حالا مهمه که میزان باد و بارش چقدر. ولی همین که شما از این رفتید به سمت مرکز زمین یا رفتید به بالای جو، اهمیتش کم میشه، چون به زندگی ما ارتباطش کم میشه. منظومه شمسی و ماه و اینها خیلی برای ما مهم هستن که تو چه خبره، مثلا اکسیژن هست، آب هست. ولی اگر رفتید سراغ یک منظومه که میلیون ها سال نور با ما فاصله داره، اعتبار اونها چیزی که من اسمش دارم تفنن. یعنی ما بعضی از حقایق رو، بعضی از علوم رو به دلیل اینکه خاصیت تفننی برام دارن، من دوست دارم بدونم مثلا حتی میلیون ها سال نور دورتر از اینجام چی هست. این شبیه بازی کردنه، مثلا تخت نفت. خب فایدهش چیه؟ نه پولی گیر من میاد، نه معنویتی گیر من میاد، زمان رو مقدار میگذرونیم، برامون جالبه، نمیدونم کوری میخونیم، فلان فلان. بعضی از حقایق هم همینطور هست. حالا این حقایق اتفاقا بعضی وقتا علمی هن که همون هم مورد سوال هن. یعنی الان بحث بر سر اینه که آیا فیزیک محض یا ریاضیات محض اعتبار اینا داره که ما بودجه براش بذاریم؟ یعنی فرض کنید شما در یک مجلس شورای جایی مثلا هستید که باید تصمیم بگیرید، بودجه تقسیم کنید. خیلی ها مخالف این هستن که بودجه قابل توجهی به تحقیقات در این زمینه ها اختصاص داده بشه، چون همشون اینه که با توجه به محدودیت های بودجه ای، این که ما بیان بریم ببینیم مثلا در نهایات نمیدونم دور دست ها مثلا، یا در نهایت اون دنیاهای ریز و زیر دنیاها مثلا چه خبره. بله، جایی که ممکنه باز به بعضی از مسائل ربط پیدا کنه، مثل مثلا اتم که به انرژی اتمی یا بمب اتم ربط پیدا میکرد، ولی با خیلی چیزهای ریزتر و دورتر وجود داره که معلوم نیست به دست بیاد. ولی جالبه که بخشی از این دانستنی ها و حقایق از سر تفنن اون چیزیست که ما اسمش رو داریم کنجکاوی. مثلا اگه در زندگی مردم باشه، خب مثل بقیه تمایلات و غرایزی که ما داریم، من دوست دارم بدونم همسایم چی میخوره، چی میپوشه، چه رابطه‌ای مثلا با در خانواده‌شون وجود داره، کی با کی قهره، کی مثلا فلان. یه همچین تمایلی در انسان ها هست، حالا به کم و زیاد، ولی خب عموما قبول داریم که خیلی تمایل خوبی نیست و باید کنترلش کنیم. یعنی این هم جزء حقیقت هایی است که ما از سر شاید تنوع و تفنن دوست داریم بدونیم، ولی شاید در حقیقت جزء حقیقت های مضر باید دستبندیش بکنیم، به خاطر اینکه دونستنش ممکنه حالا فایده نداشته باشه و ضرر هم داشته باشه. پس سخنم رو خلاصه میکنم در این قسمت بحث حقیقت و میگم که برخلاف اون چیزی که در کتاب ها از هزاران سال پیش گفتن و حقیقت رو ستودن و همین الان هم ما این کار رو میکنیم و جستن اون رو، دانستن اون رو، کشف اون رو، اشاعه اون رو بهش اهمیت میدیم، این سخن جای تأمل داره. و اون این که حقیقت به ما و حقیقت از اون نظر که حقیقت هست چیز معتبری نیست، بنابراین ارزش اصیلی هم نیست. ما اگر کمی دقت کنیم و منصف باشیم و کلاه خودمون رو قاضی بکنیم، حقیقتی که فایده‌ای داشته باشه، البته این فایده لزوما فایده مادی و برای من نیست، میتونه فایده معنوی باشه و برای مثلا جامعه، میتونه فایده فرهنگی باشه، میتونه انواع فایده وجود داره، و بعد هم نه برای من و فایده خواهیش نه لزوما، چون که خیلی ها این اشتباه رو در مورد فایده گرایی میکنن، نه فایده مادی
و نه پولی و نه برای شخص من یا نزدیکان من. در این بحث فایده منبعی عام میشه که میتونه فایده مثلا هنری باشه، لذت هنری باشه، حتی لذت معنوی باشه، پیشرفت معنوی باشه و برای جمعی و چه بسا کثرتی و اکثری از جامعه. پس این به این وصل میشه، یعنی اون حقیقت اعتبارش به این فایده است به معنای پیچیده‌ای که گفتم و چند وجهی. پس اون چیزی که ارزش اصیل هست در واقع فایده داشتنه، نه حقیقت داشتن. و از اینجاست که حتی اگر دروغی اون وقت اون صفت فایده رو داشته باشه، به اون سخن ارجمند سعدی میرسیم که دروغ مصلحت‌آمیز به زراست فتنه انگیز. البته بعضی هم ممکنه با این مخالف باشن، ولی مخالفتشون بی اعتباره، چون وقتی که پای عمل بیفته تسلیم میشن و معلوم میشه که اون لجاجشون لجاج اینتلیکچوال صرف هست. هیچ انسانی، حتی کانت که ادعا کرده که حقیقت و ماهو حقیقت، اگر کودک 4-5 ساله شتابان و سراسیمه به سمت اون بیاد و بگه یک آدم قاتل جباری میخواد منو بکشه و منو پنهان کن، من پنهانش کنم و اون فرد بگه که این بچه کوش، همه مون میپذیریم که باید به اون دروغ گفت. اگه کار دیگه نمیتونیم بکنیم، اگه میتونیم دستگیرش کنیم یا فلان فلان شاید، ولی اگر قدرت دیگه‌ای برای حمایت از اون بچه نداریم جز دروغ گفتن، اینجا دروغ از هزار تا راست ارزشمندتر میشه. پس ببینید دقیقاً اون فایده هست که دروغ رو هم معتبر میکنه و راست رو هم نامعتبر میکنه، اگه باشه و اگر نباشه. خب این خلاصه بحث من راجع به این ارزش اول بود و سه ارزش دیگر رو هم به تدریج بر این افزوده میکنم و امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره و اگر بعضی از دوستان نکته هم در این باره دارن سعی میکنم که در تماس باشیم و من کامنتاشون رو بگیرم. متشکرم از شما.